نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیر سری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. به نام خداوند مهربان، سلام و عرض حرمت دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون جهانی معراج و سلام ویژه دارم خدمت تک تک شما عزیزانی که در برنامه امروز حضور به هم رساندیم. حضور همگیر خیر مقدم عرض می کنم. جا داره که تشکر و قدردانی کنم از علاقمندان برنامه، کسانی که با پیام ها و تماس های خود همیشه ما را انگیزه دادن، قوت قلب بودن، خانواده های عزیز، دوستان نهایت گرامی. خوشحال هستیم که خداوند پاک یک بار دیگر برای ما توفیق داد تا از دریچه برنامه اندیشه در خدمت شما خوبان باشیم. طوری که در جریان قرار داریم، خوشبختانه فصل دوم برنامه اندیشه و تحلیل کتاب رهبری و خودفریبی هم به پایان رسید. برنامه امروز ما متفاوت از برنامه های قبلی هست. در برنامه امروز ما جمع کثیری از علاقمندان برنامه با خود داریم و خوشبختانه مهمان بسیار عزیزی هم با خود داریم که در ادامه برنامه با شما معرفی میشن و شما هم میتونیم که با جزئیات معرفی از اونا بشنویم و از شخصیت و تجربه که اونا دارن مستفید بشین. قبل از اینکه ما به معرفی مهمان برنامه بپردازیم، دوست دارم که یک مروری بکنیم قسمت هایی که از برنامه رهبری و خودفریبی تا فعلا ثبت شده. اگر یاد ما و شما باشه، در تعریف رهبر ما گفتیم که رهبر باید اندیشمند باشه، رهبر باید دانشمند باشه، رهبر باید خردمند باشه و خیلی از موارد مدیریتی بدانه. خوشحال هستیم که در برنامه اختتامیه اندیشه و فصل دوم کتاب رهبری و خودفریبی یکی از رهبران موفق باستان زمین با خود داریم. ما اگر خواسته باشیم در زندگی موفق باشیم و یک انسان بسیار موفق در زندگی باشیم، باید رهبر خوبی برای خود انتخاب کنیم، الگوی خوبی در زندگی خود برای خود انتخاب بکنیم، نمونه در زندگی داشته باشیم تا راه و مسیر او دوستار ما ادامه بدیم، تا اینکه به یک مسیر مشخص از زندگی برسیم و بتونیم موفقیت های خود در جشن بگیریم. امروز هم مهمان برنامه ما جناب استاد علی احمد ستاری، استاد دانشگاه، شخصیت فرزانه، شخصیت اکادمیک و شخصیت فرهنگی هرات باستان رو با خود داریم. جناب ستاری صاحب در برنامه خیر مقدم عرض میکنیم. خیلی خوش آمدیم ستاری صاحب. در ابتدا ضمن خوش آمدگویی به ستاری صاحب میخواییم که بسیار کوتاه و مختصر معرفی از خود برای ما و بیننده های عزیز داشته باشند و در ادامه برنامه در خدمتشان هستیم. جناب ستاری صاحب خوش آمدیم. بانو شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و بیننده های ورجاوند تلویزیون جهانی معراج. خوشحال هستم که امروز در خدمت شما قرار دارم. نام علی احمد هست، ستاری تخلصم ستاری هست، لیسانسم از زبان ادبیات انگلیسی است، ماستریم روابط بین الملل هست، زبان و ادبیات روسی در کشور روسیه خواندم، استاد دانشگاه هستم و تجارب زیادی در بخش مدیریتی دارم و در عین زمان رئیس دانشگاه کهکشان شرق در ولایت هرات می باشم. بسیار خوب، تشکر جناب ستاری صاحب. خیلی خوش آمدیم، خوشحال هستیم که شما رو در برنامه با خود داریم. ممنون که وقت گذاشتین و در برنامه تشریف آوردین. سلامت باش. مطمئنن که جناب ستاری صاحب اکثریت دوستان میشناسن، چهره فرهنگی و فعال در عرصه علم و دانش هستن در هرات. ابتدا آغاز میکنیم با نخستین سوال از جناب ستاری صاحب که پاسخ رو بشنویم. جناب ستاری صاحب چون تجربه زیاده در قسمت رهبری دارن، اگر برای ما لطف کنن بگن که رهبر به چه کسی گفته میشه و تعریف شما از رهبری چی هست؟ ممنون شما. قبل از اینکه وارد بحث بشم و به سوال شما پاسخ بدم، میخوایم بگویم که صحبتهای ما امروز دو بود داره. یکی بود عملی هست که من از تجارب فردی خود در نهادهای اکادمیک و پست‌های مدیریتی به دست آوردم. یعنی مثال‌هایی را که با شما شریک می‌سازم احتمالاً بیشتر از تجارب شخصی باشه. و از طرف دیگه اون مطالعاتی هست که در راستای رهبری و رهبرهای مختلف دنیا و کتاب‌هایی را که نوشتن ما
مطالعه کردم و تجارب اونا رو با شما شریک می‌سازم. خب اگر بیایم متمرکز باشم بر سوالی که از ما شد، خب رهبری را اگر بخوایم تعریف بکنیم، ما قسمی که همه شما میدانیم شاید ده ها فرد دانشمند، پژوهشگر، محقق، افراد کاریزما و رهبران مختلف دنیا و نویسنده ها حتی آمدن رهبری را به انواع و اقسام مختلف تعریف کردن. هر نویسنده و هر پژوهشگر رهبر و رهبری را از دیدگاه خود خود مورد کاوش قرار داده، باز کرده و او را مطالعه کرده و بعد یک تعریف پیرامون اون ارائه کرده. آنچه که من خیلی رو میپسندم و از نظر من فکر میکنم یک تعریف میتونه باشه برای رهبری، رهبری یک هنر هست. هنر چی؟ هنر نفوذ کردن بر دیگران یا انگیزه دادن یک گروهی از افراد در جهت به دست آوردن یک هدف مشترک. وقتی ما سعی میکنیم با عنوان یک فرد در یک زمانی که در یک جایگاه قرار میگیریم، گروهی از افراد در یک مسیری قرار بدیم که اونها از ما تأثیر بپذیرند، اونها کسانی باشند که حرفای ما رو بدون چون و چرا بپذیرند و هدفی که از قبل تعیین شده با رفتار و کردار ما همسو با ما برای به دست آوردن او کاری رو بکنن، اینمی خودی رهبری هست. میتونه یکی از تعاریفی باشه که من فکر میکنم مؤثر هست. یعنی رهبر کسی است که تعدادی از افراد سمت سو میده برای رسیدن به یک هدف مشترک بدون اینکه در او اجباره باشه، یعنی قلباً پذیرفته. یعنی فردی که در اجتماع، در خانواده، در محیط کار، در محیط دوستان ببینیم تعداد دیگه حرفای او رو قبول میکنن و همسو میشن به او و افراد او رو میپذیرن بدون اینکه هیچ اجبار وجود داشته باشه، دقیقاً یک رهبر. این رهبر میتونه بین سه تا دوستم باشه، این رهبر میتونه در یک خانواده هم باشه. پدر خانواده رهبر خانواده است، در بعضی خانواده ها مادر رهبر است. کسی که حرف او رو همه قبول میکنن و سعی میکنن همسو به او حرکت بکنن، یعنی رهبر. و کاری که او انجام میده تا به هدف برسن، این رهبریه. تشکر. با شنیدن گفته‌های ستاری سبیاد ماماد از گفته آقای جان سی مکسول پرسان میکنه، میگه که آیا فکر میکنیم کار وظیفه یک جراح قلب سخت‌تره یا وظیفه یک رهبر؟ مطمئناً کار یک رهبر سخت‌تره، چون جراح قلب قلب جراحی میکنه، اما رهبر بر قلب‌ها نفوذ میکنه، بر قلب ها تسلط پیدا میکنه و محبوب قلب ها میشه. تشکر جناب ستاری صاحب. مطمئنن که شما در کنار تجارب رهبری دانش و مطالعه در قسمت رهبری هم داریم. کتاب ما کتاب رهبری و خودفریبی هست. میشه اگر شما مشخصا در قسمت کتاب رهبری و خودفریبی صحبت کنیم که شما این کتاب را چگونه یافتیم؟ چگونه تونستیم که این کتاب را شما به عنوان یک کتاب خوب مد نظر بگیریم؟ کتاب رهبری و خودفریبی، قبل از اینکه میام وارد این بحث بشم، مطالعه اساس و بنیاد جامعه رو میسازه. یعنی جوامع پیشرفته دنیا زمانی به جایگاه های بلند علمی و توسعه و پیشرفت میرسن که جوانان و نسل و تمام مردم او اهل مطالعه باشن. کتاب رهبری و خودفریبی یکی از کتاب های بسیار مؤثر هست، نه تنها برای کسانی که میخوان کارهای مدیریتی بکنن، در سکان مدیریت یک سازمان قرار بگیرن، بلکه برای رهبری خود انسان هم مؤثر است. وقتی ما این کتاب مطالعه میکنیم و نگاهی میاندازیم به مطالبی که نویسنده در این کتاب خیلی به زیبایی اونا را آمده باز کرده و مورد کاوش قرار داده، دو تا پیام از این کتاب شخصا دریافت کردم. پیام اول اویی هست که ما نباید وقتی در جایگاه رهبری قرار میگیریم فریب بخوریم. چطور؟ ما نباید انسانها را به عنوان کالا ببینیم. اگر ما انسان رو به عنوان کالا ببینیم، مثلا مثل یک ماشین ببینیم، وقتی ما در یک فرمول اکسل داخل کمپیوتر ثبت میکنیم 2 + 2 = 4، اتومات برای ما جواب میده. اما وقتی یک کارمند ما، یک همکار ما، یک عضو نهاد ما با او مواجه هستیم، امروز وقتی با او برخورد میکنیم یک نوع بازخورد داره، فردا یک نوع بازخورد دیگه ای میبینیم. مثلا من امروز وقتی با آقای احمد
صحبت میکنم خیلی خوب میبینم کارهای دیروز رو به گونه درست بر اساس پلان انجام داده. من به عنوان رهبر خیلی خوشحال میشم چون کارها بر اساس ضرب الاجلی که از قبل تعیین شده. اما فردا که وقتی با یه انسان روبرو میشم و میبینم امور میبینم که کارهای دیروز باز که امروز باشه به گونه درست انجام نداده. اگر من توقع عین چیزی که دیروز اتفاق افتاده باشه از او داشته باشم در واقعیت هم خود فریب دادم. چرا؟ چون من به جایگاه او فرد قرار نگرفتم. او دارای احساسات هست، مشکلات هست و شرایط بسیار متفاوتی در نسبت به یک کالا و یک ماشین داره. یک پیام همی است که ما همیشه خود نباید فریب بدیم و باید به جای از دید نفر مقابل هم به موضوعات نگاه بکنیم. بحث دوم که خیلی برای من های اهمیت بود که میگفت ما تا زمانی که در اون کامفورت زون خود هستیم و داخل جعبه هستیم دیوارهای جعبه رو میبینیم، تمرکز متمرکز هستیم در همین هیته. ما وقتی شرایط افغانستان فعلا نگاه میکنیم یا وضعیت کنونی کشور نگاه میکنیم یا در زندگی شخصی خود و یک سلسله چالش های روبرو میشیم، نباید زود ناامید بشیم، نباید زود گیواب بکنیم، بلکه در مقابل باید تلاش بکنیم و کوتاه نیم در مورد مشکلات، پا فراتر بگذاریم و از اون جعبه و از اون کامفورت زون بیرون بشیم تا فضای بیشتری را ببینیم و راه حل های یقیناً بهتری برای ما پیدا خواهد شد. یک مثال بسیار خوبی را من از کتاب تقریبا یک جایی به غیر شکل دیگه گفته شده مور پارافراز میکنم، میگه رهبر به عنوان کسی است که در پیک سازمان قرار داره و او دید فراختر داره. فرض میکنیم ما به یک تپه بالا میشیم، رهبر کسی که در رأس تیم قرار داره 20 قدم زودتر. هر چقدر این پیشتر میره افق دیدی بیشتره و کسانی که در عقب قرار دارن اونا رو راهنمایی میکنه. نهایتا اگر پیام کلی کتاب رو من میخوایم با شما شریک بسازم این هست که ما به عنوان یک انسان و کسی که در جایگاه رهبری قرار میگیره باید نهایت تلاش خود بکنیم و هیچ وقت ناامید نشیم و مسیری ادامه بدیم و انسان‌ها را هم با عنوان کالا نبینیم. بسیار عالی، تشکر شما. یک سوال دیگه هم از جناب ستاری سپرسان میکنیم، بعدا فرصت میدیم به دوستایی که اگر مطمئنن سوالهای دارن میشه که از ستاری سپرسان کنن. سوال ما این است که شما به عنوان یک رهبر چی مهارت‌های رو برای یک رهبر مفید میدانید؟ که یک رهبر دارای چی ویژگی‌هایی باشه که بتونه یک رهبری سالمه چی در جامعه، چی در یک سازمان، حتی چی در خانواده بتونه اوزار بگونه درست مدیریت بکنه؟ ما دوستانی که در این برنامه هستن یک دوره بسیار خوبی را تا جایی که من اطلاع دارم پشت سر گذاشتندن و خوشحال هستم که جمع ما جمعی هست که تجربه عملی هم در این راستا داره. اما بیننده هایی که برنامه را نگاه میکنن، ما نمیخواییم تنها متمرکز بشیم بر رهبری سازمان، قسمی که شما گفتید. در واقعیت هم ما رهبری را از خود شروع میکنیم، بعد خانواده، بعد محیط اطراف و جامعه، بعد سازمان و تا زمانی که به عنوان یک فرد موفق در یک جایگاه بلند قرار میگیریم. خب چه ویژگی هایی رو یک رهبر میتونه داشته باشه؟ من چند تا ویژگی، خب ویژگی زیادی رهبرها دارن، اما من خلاصه چند تایی رو با شما شریک میسازم. یکی از ویژگی های رهبرهای موفق در دنیا این هست که اونا مهارت بسیار خوبی در برقراری ارتباطات دارن. یعنی یکی از ویژگی های بسیار موثر برای یک رهبر این هست که او در برقرار کردن ارتباطات خیلی موثر واقع میشه. یک، و سعی میکنه لینک های جدیدی ره برای سازمان، نهاد و محیط کاری خود برای فراتر رفتن از همون حیطه ای که هست برقرار بکنه. یک ویژگی است. ویژگی دیگه ای که رهبرها دارن این است که اعتماد به نفس خوبی دارن. وقتی شما به عنوان یک فرد در یک جایگاه قرار میگیریم، اگر اعتماد به نفس شما پایین باشه یقیناً دیگرها و دیگرها به شما متکی نمیشن و به شما کمتر اعتماد میکنن. رهبرها یکی از ویژگی‌های خاص اونا این هست که شما میتونید به اونا اعتماد بکنید و خیلی جاها شما همون سکان انجام بعضی از امورات که حتی شخصی هم میتونه باشه به اونا میسپارید. این خیلی در فرایند رهبری میتونه مؤثر باشه که ما اعتماد به نفس باشه. ویژگی دیگه ای که میتونه در رهبرها وجود داشته باشه یا یکی از شاخصه های معرف یک رهبر هست، مثبت نگر هستن. چطور؟ شما هر وقت با یک چالشی با اونو پیش اونها میریم، اونها چیکار میکنن؟ با نگاه منفی به مسئله نمینگرن، سعی میکنن با دید مثبت با او روبرو بشن. یک مثال بسیار خوب میدم.
فرض میکنیم ما داخل همین اتاق هستیم و همین لحظه یکی از ماها به عنوان رهبر قرار میگیره، دروازه بسته میشه. اگر رهبر در این دید منفی داشته باشه، تمام تیم هم همون رقم نگاه میکنن. مثلا چند تا مثال می خب دروازه بسته شد، چند دقیقه بعد اکسیژن شاید کم بشه، یک نگرانیه. به مشکل اگه فکر کنه، بعد دوست دیگه در اون جمع خواهد گفت که ما با خانواده‌های اطلاع ندادیم، مشکل دیگه ایجاد میشه، ما چطور از اینجا بریم بیرون، پنجره‌ها همه مثلا حفاظ داره، خب این مشکل دیگه ای، تلفن‌ها چارج تمام کرده. هر چقدر اگر رهبر موج منفی رو بده، اعتماد به نفس کمتر داشته باشه و در این زمان مثبت ننگره و چالش به فرصت تبدیل نکنه، بعدن چالش بیشتر شده میره. اگر همین رهبر در جمع ما یکی از ما باشه، خب اشکال نداره، دروازه بسته شده، کلینو داره، اتاق وایفا داره، ما از طریق مسنجر پیام بدیم، یا استاد ما لپتاپ دارن، پیام از طریق پیام لپتاپ بدن. یکی خواهد گفت ما به دروازه تک تک میکنیم، اتاق پایین هست. اگر رهبر بیایی در اینجا مثبت بنگره، رایل های بیشتر پیش روی قرار میگیره. و اما اگر این رهبر نگاه منفی داشته باشه، دقیقا ما رو چیکار میکنه؟ با موانع بیشتر روبرو میکنه. رهبرها باید مثبت گرا باشن و این مثبت گرا بودن اونها خیلی میتونن تاثیر داشته باشه. سه ویژگی شد. اولی ما گفتیم ارتباطا، دومی گفتیم چی گفتیم؟ اعتماد به نفس. سوم مثبت نگر. چهارمی چیه؟ رهبرا خودآگاه هستن، نقاط قوت و نقاط ضعف خود میبینن. من یک چیزی که ما قبلا هم با شما صحبت کردیم، بیننده های تلویزیون هم بتونم از استفاده کنن و عزیزانم که در این برنامه هستن، اولین چیزی که شما رو بعداً میتونه به عنوان یک رهبر موفق معرفی بکنه، یک سلسله، یک تعداد سایتایی هست که شما اونجا میریم شخصیت خود میشناسنیم، یعنی تست شخصیتیه. حالا من اگر از عزیزان خود بپرسم یا کسی که داره برنامه نگاه میکنه، شما تیپ شخصیتی شما چی است؟ درونگرا هستین، بیرونگرا هستین، یا میانه ی این دو؟ این تستا در اینترنت هست، شما 60-70 تا سوال پاسخ میدین، صادقانه پاسخ میدین، بعد تیپ شخصیتی شما رو میگه و تیپ شخصیتی شما وقتی مشخص شد، در اونجا گفته میشه که نقاط قوت شخصیت شما چی است، نقاط ضعف شخصیت شما چی است، و در این زمان کدام وظیفه برای شما خود خوب است، کدام وظیفه ها میتونه شما مثبت و موفق بسازه. اینجا هست که رهبران کسانی هستن که آگاه هستن، نقاط ضعف و نقاط قوت خود میشناسن، که این میتونه خیلی موثر باشه. چهار ویژگی شد. ویژگی پنجمی که من به اون میخوام اشاره بکنم، که اگر شما در جای کار میکنید و اونجی رهبری داریم و فکر نمیکنه به این مسئله، او یکی از ویژگی رهبری نداره، توانمندسازی دیگران. رهبران معمولا همیشه سعی میکنن دیگران را توانمند بسازن، برن فرصت بدن، میدان بدن تا در آینده فرد موفق بشن. این یکی از ویژگی های دیگه رهبران هست. دیگه چند ویژگی دیگه هم هست، مثلا ما اگر خواسته باشیم، خیلی انسان های صبوری هستن، سعی میکنن از احساسات در مقابل کارمندا و مو افرادی که در تیم رهبری اونا قرار داره استفاده نکنن، احترام میگذارن. و نهایی ترین ویژگی که ما برای یک رهبر میتونیم بدیم این است که او تاب میاره، گیو اپ نمیکنه، به گفته غربی ها زود کوتاه نمیه. اگر یک در بسته شد، در دیگری میزنه. باور ای هست که در دل فرصت ها، در دل چالش ها فرصت ها نفته است. تشکر جناب ستاره سی، واقعا حرفهای سودمند اراده فرمودین و واقعا نکات بسیار مهمی در باب رهبری شریک گردید. بدون شک رهبران انسانهای توانمندی هستند و این توانمندی یک شبه به وجود نیامده. یک ورزشکار بازی های المپیک، یک دوش کننده هست، در جای میگه که من برای 4 ثانیه بیشتر دویدن 9 سال تلاش کردم. یعنی این فرایند رهبری، این نکاتی که جناب ستاری صاحب اشاره کردن، نکات بسیار مهمی هست. بعد ما مدت های زیاد پرکتیس کنیم، تمرین کنیم، تا اینکه این جزء شخصیت ما بشه و مطمئنن وقتی همگام با مطالعه، تلاش و پشتکار باشه، تبدیل به یک رهبر و الگوی خوبی برای همگی میشه. تشکر جناب ستاری صاحب. از دوستا میشنیم اگر کدام سوال داشته باشن از جناب ستاری صاحب میشه که پرسان کنن. بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از هر چیز تشکر و سپاسگزاری می کنم از الله سبحانه و تعالی به خاطر تمام نعمت‌هایش. در قدم دوم تشکر می کنم از تمام دوستان، استادان محترم و همچنین مسئولین محترم تلویزیون معراج. موضوع امروز، گرچه قبلا هم اشاره شد، موضوع رهبری بود و مدیریت و فرق رهبری و مدیریت و همچنین موضوعاتی بحث‌های زیادی صورت گرفت اینجا. و ما در کل در یک قسمتی از موضوع رهبری، در یک قسمتش یک اندازه مبهم است تا هنوز. قبلا تعریف‌های زیاد شد در راستای رهبری که رهبر هدایتگر، رهبر فرماندهنده، مدیر اطاعتگر، مدیر بلا اجرا کننده، بالاخره بحث‌های زیادی. و جناب استادان تعریف کردن که رهبر کسی که قدرت جذب و قدرت جمع‌آوری و همچنان قدرت بیشتر جلب و جذب و یعنی قدرت جاذبه بیشتر داشته باشه، بتونه مردم رو با هم جمع بکنه، از هر طریق که میشه بالاخره مردم رو بتونه که با دور هم جمع بکنه، افراد البته. و این تعریف رهبر در حد یک شخص میتونه رهبر باشه، یعنی زمانی که انسان در خود رهبر باشه افرادی وجود نداره، چطور میتونه که مردم رو دور هم جمع بکنه؟ یعنی و یک تعریف دیگر، قبلا ما اختلاف داشتیم در داخل جلسه که جناب استاد قبلی گفتن که مستر بودن و گفتن که رهبر نیاز به سلسله مراتب نداره. یعنی خیلی یک سوال پیچیده بود که حتی در 20 دقیقه یا 40 دقیقه نشد که ما را یعنی حل بکنیم. بالاخره از جناب استاد سوال ما نهایتا همی است که یعنی در سطح یک فرد، زمانی که انسان رهبر خودش است دیگه، انوری صاحب هم بودن به بس و این، ولی که زمان رهبر خودت باشی افرادی وجود نداره. من اگه رکورد هست شما رو بکنیم، نگفتم جذب افراد، گفتم ایجاد انگیزه برای نیل دادن یک گروه از افراد. ببینیم وقتی ما در مورد رهبری صحبت میکنیم، رهبری از خود شروع میشه. وقتی که ما گفتم که ده ها مثال بسیار زنده و تعریف های متعددی وجود داره، یکی از اون تعریف هایی است که رهبری یعنی هنر انگیزه دادن برای گروه از افراد. حالا میشه که ما این قسم تعریف بکنیم که رهبری یعنی رساندن حتی خود به مدارجی که دل شما میخواه. ما اگر رهبری را از دید و از بود و اینک خود نگاه کنیم، درون فردی نگاه بکنیم، دقیقا گفت شما درست است که بله نیاز نیه که مردمی باشه. اما اگر ما بخوایم رهبر به عنوان کسی که در پیک یک سازمان، در پیک یک خانواده و در یک محیط که اجتماعی زیادی در او قرار داره تعریف کنیم، دقیقاً رهبر او کسی است که ایجاد انگیزه میکنه و تأثیر میگذاره و نفوذ میکنه بر دلهای مردم و سوق میده اونا رو برای رسیدن به یک هدف مشترک. حالا این رهبری اگر فردی باشه دیگه مردمی لازم نداره، او در مدیریت خودی داره این کارو میکنه. اینها دو تا بحث جدا هست. تشکر جناب استاد. یعنی مدیریت در حد یک شخص و رهبریت فرق داره؟ بله، ببینید شما دقیقا متفاوته. اصلا بحث مدیریت از رهبری دو تا مقوله و دو تا مسئله جدا از هم است. سلام خدمت شما جناب ستاری عزیز، شما خوش آمد گویی میگم و یک سلام خدمت شما تمام اعضای کلوب و زور همگی بخیر. جناب ستاری عزیز، یک سوال ما دوری بود که چند نوع سبک رهبری داریم و شما کدوم سبک در زندگی خود خوب بیشتر ترجیح میدین و ترجیح میدین از او بیشتر استفاده کنه؟ بخیر باشه. سبک‌های رهبری متفاوتی در دنیا وجود داره و این سبک‌های رهبری برای هر کس و برای سازمان هر کس متفاوت. من چند تا از این سبک‌ها رو نام می‌برم. یک سبکی داریم، سبک استبدادی هست. در مقابل سبک استبدادی، سبک دموکراتیک است. سبک دیگه وجود داره، مداخله محور یا غیر مداخله. سبک دیگه ای داریم ما، سبک مدیریتی مشارکتی. یک سبک مدیریتی داریم تحولگرا، یک سبک مدیریتی داریم که در او ما بیشتر متمرکز هستیم بر ایجاد تحول درون سازمانی. و اگر ما اینا را لیس بکنیم، سبکای مدیریتی بروکراتیک داریم، سبکای مدیریتی آمرانه داریم، سبک مدیریتی آزاد داریم، سبک مدیریتی
مربیگرانه داریم، هر توانمندسازی داریم، اما ای که ما چه سبک مدیریتی را استفاده میکنیم در سازمان خوب یا ای که چه کسی در کجا، اگر ما بیایم تنها بیایم به سمت دموکراتیک بریم، سبک مدیریت دموکراتیک که بیشتر رو میپسندن، هر کدام اینا رو اگه من بخوام باز بکنم یک بحث بسیار شاید یک جلسه کنیم ساعتی طول بکشه. اما مگه به اون نکته کلیدی مدیریتی که سوال شما تمرکز بکنیم این است که هیچ وقت نمیتونه یک رهبر متکی باشه به یک سبک. رهبر کسی هست که او تشخیص میده در کجا از کدام سبک رهبری استفاده بکنه. در بعضی جا میطلبه که ما از روش دموکراتیک استفاده کنیم، در بعضی جاها نظر به شرایط میطلبه که نه، ما قاطعانه عمل بکنیم و خود ما نظر بدیم و تیم سوق بدیم به اون طرفی که دوست داریم. یک جاهایی هم لازم است که مداخله محور نباشه، مشارکتی باشه و همسالم. حالا من چه سبکی رو استفاده میکنم؟ من نظر به همون شرایط دیده نگاه میکنم. بعضی وقتا که فکر میکنم سازمان اگر در اینجی مشارکتی پیش برم، نظریت همکاران و تیم خود بخوایم، یقینا به او سبک متکیم. و اگر جایی تشخیص میدم که نه، اینجا لازم است که نکته پایان و حرف آخر به عنوان رهبر بزنم و تجربه رو پیش بین هستم که میتونه موثر باشه، از او سبک استفاده میکنم. پس میخوایم اینو بگم که سبک های مدیریتی متنوع وجود داره. رهبران موفق هم رهبرانی هستند که در محیط ها و در شرایط مختلف نظر به وضعیت یک از این سبک ها استفاده میکنم یا مخلوط از این سبک ها. تشکر جناب ستاره صاحب، ممنون. مطمئناً رهبری یک بحث بسیار وسیع هست که در یک برنامه چی که در برنامه های متعدد ما نمیتونیم برزوی به مواردی که داره به نتایج برسیم، چون واقعاً خیلی یک بحث وسیع هست. یک تفاوت عمده که بین رهبری و مدیریت وجود داره، مدیریت یک به اصطلاح یک بست یا یک سمت رسمی اداری هست. مثلا شما در سازمان ها میبینیم مدیر داره، نه مدیر ارشد داره، مدیر اجرایی داره، بستای ریاست یا معاونیت یا هر کدوم از بخشا. مدیریت یا بخشای اینا بخشای رسمی سازمانی هست، اما رهبری در قالب چارچوب رسمیات نیست. یعنی شما به هیچ سازمان شاید به چارت تشکیلاتی نبینیم که بگن رهبر یا رهبر اجرایی یا نمیخوام رهبر دیگه پسفند یا پیشفندی به زور اضافه کنن. رهبری از یک شخص آغاز میشه، از خود آغاز میشه و در حقیقت اون رفتار رهبره که به سر بقی افراد متمرکز میشه و تأثیر گذاره. مثلا تفاوت بسیار خوبه که بین رهبری و مدیریت هست اینه که در مدیریت مدیر میگه دو ایت، همین کار رو انجام بده، اما رهبر میگه لیتس دو ایت، بیم که این کار انجام بده. یعنی اول رهبر پیشگام میشه، پیش قدم میشه و بعد از او رهروان از او یا فالوورهای از او تلاش میکنن که او به اون مسیر درست رهبری بکنن. و مطمئنن وقتی ما در یک تیم رهبری میکنیم، یک تیم، یک خانواده، یک نهاد، مطمئنن اختلافاتی هم به وجود میایه. یعنی شگرف رهبر زمان معلوم میشه که همو اختلافات درست حل بکنه. سوال ما از جناب ستاری سبی هست که اگر گاه در تیم شما، حالا میتونه چی تیم کاری سازمان شما باشه، چی فامیل باشه، اگر اختلاف به وجود آمده، شما چگونه با او اختلافات برخورد کردیم، با او اختلاف حل کردیم؟ سوال سختیه. خب ببینیم، اختلافات معمولاً منبع و منشأ داره. ما در سازمان هر وقت که با چالش روبرو شدیم یا مشکلی که بوده، از همون بحث که احتمالاً در دلابلای درس‌ها شما خواندیم و بیننده‌های عزیزم حتما به اون توجه کردن، بحث کریتیکال تینکینگ یا همون تفکر انتقادی و نقاد استفاده کردم. معمولاً سعی کردم که جوانب موضوع با گوش‌های باز بشنوم. اگر در داخل تیم دو تا فرد بر سر یک مسئله در مقابل هم دیدگاه‌های مختلفی دارن، من هیچ وقت ایره به عنوان یک نکته منفی ندیدم و همیشه ایره به عنوان یک فرصت دیدم. چون اگر یک مقوله بسیار معروف است میگه اگه دو تا فرد عین آیدیار دارن و عین طرح میدن در یک سازمان، یک از اینا اضافیه، یکی از اینا اضافیه، دیگه لازم نداریم. فقط من این چیزه همیشه در داخل سازمان و در تجاربی که دارم، وقتی با مسئله‌ای که اختلاف دیدگاه بوده روبرو شدم، سعی کردم که هر دو طرف رو بشنوم و نقاط قوت و ضعف هر دو تا رو
بنویسم و بعداً در یک ارزیابی خودی سعی کنم که کدام یک میتونه مؤثر باشه و همسو بشون با او و طرف مقابل با قناعت همسو بسازم با تیم و عزیزانی که دارن کار میکردن در اون محیط. یعنی اگر خلاصه گپ خود بگم، یعنی این که خیلی با جبین بازی رو پذیرفتم که در حقیقت یک فرصتیه. وقتی دو تا دیدگاه در مقابل هم قرار گرفته، اونها رو فرصت دیدم تا اینکه تعدید باشه. تشکر. معمولا وقتی ما به عنوان یک رهبر، حالا این رهبر میتونه یک فرد باشه، به عنوان یک فرد یک کار رو انجام میدیم، خیلی از وقتا سخت‌ترین کار رهبری یا حتی مدیریت تصمیم گیری هست. واقعا خیلی از وقتا اگر ما و شما در یک جای مسئولیت داشته باشیم که او تصمیم ما مسیر رو بتونه تغییر بده، میتونه که خیلی از کارها به گونه بهتر انجام بشه اگر تصامیم درست باشه. ما امروز در هر موقعیتی که هستیم محصول تصامیم خود هستیم، درست؟ اگر امروز یک نفر دکتر هست، چند سال پیش تصمیم گرفته که طب بخونه و دکتر بشه، اگر یک نفر امروز انجینیر هست یا هر استاد هست یا حتی یک کسب یاد داره، چند سال پیش همین تصمیم گرفته که همین کار رو انجام بده. و تصامیم معمولا خیلی سخته. وقتی ما در مرحله عمل قرار میگیریم واقعا سخته که تصمیم بگیریم. تشکر. باز هم میشنیم از دوستان اگر کدام سوال داشته باشند میشه که پرسان بکنن. شما دوست عزیز میشه که سوال خودم را بسازه. سلام خدمت دوستان و استادان نایت گرامی. سوال من این است که چگونه مطمئن میشوید که پروژه و وظایف طبق برنامه باقی میمانند؟ ممنونم از سوال شما. وقتی ما در پیک سازمان و اداره و در یک جای قرار میگیریم که به عنوان رهبر باید اونجا کار بکنیم، معمولا رهبرها چی کار میکنن؟ مسیر نشان میدن، نقشه ای را ترسیم میکنن و بقیه را وظیفه میدن که این کار انجام بدیم. بعد به قول جناب آقای محمدی مدیرها کارها را انجام بدن. من شخصا ابزارهای مختلفی وجود داره برای که ما مطمئن بشیم کارها به گونه درست انجام بشه. اول خب هر از گاه و هر چند وقت یک هدف مشخص میکنی، یعنی غبار زدایی میکنم، مثلا میگم که تیمر میخوایم که مثلا ما هدف ما این بود که امسال بخیر ما در پوانزه حقوق رو دوبار کلینیک حقوقی برگزار کنیم. یک هدف رو مشخص میکنم. دومین کاری که خودم مطمئن بسازم بحث گزارش گرفتن و دیدن ضرب العجل ها و پیگیری موضوع هست، یعنی نظارت. یکی از ابزار بسیار کلیدی برای از اینکه ما مطمئن بشیم کارا شده گرفتن گزارش و نظارت بوده. من متکی بودم به این دو امر از کسانی که با اونا هم کار بودم. تشکر جناب ستاری صاحب. دوستای دیگه اگر سوالی داشته باشن خب میشه که شما دوست عزیز سوال خودم مطرح کنیم. سلام علیکم خدمت شما جناب استاد بیننده شبکه جهانی میراج. استاد سوال ما در رابطه بود که چرا شما کتاب رهبری و خودفریبی را انتخاب کردید؟ میشه توضیحات کردید؟ کتاب رهبری و خودفریبی، البته خب ما همیشه وقت کتاب در برنامه انتخاب میکنیم نظریات دوستایی که در آگاه امر هستند در همین بخش چیزهای برای گفتن دارم نظریاتشان میگیریم و تصمیم شخصی نبوده. ولی خب مشخصا اگر من خواستاش سوال شما جواب بدم، ما معمولا با الفاظ مثل فریب دادن دیگران، فریب خوردن توسط دیگران یا فریب یک کس کسر فریب داده، با اینا خیلی روبرو هستیم و در جامعه شنیدیم، ولی شاید کمتر شنیده باشیم که من خود فریب دادم. خود فریبی یک کلمه هست که ما کمتر طالب به توجه کردیم و خیلی از وقتا ما خود فریب میدادیم و نمیدانستیم. و کسایی که این برنامه تعقیب کردن و این کتاب رو خواندن مطمئناً من بعد متوجه میشن که خیلی از وقتا ما یک کار رو انجام نمیدیم فقط به خاطر که یک سری دلایل خود ساخته برای خود ایجاد میکنیم و خود فریب میدیم و فکر میکنیم که ما این کار به نحو خود پیچاندیم. به او خاطر ما این کتاب رو انتخاب کردیم. البته اضافه بکنم که کتاب رهبری و خود فریبی تنها این رقم برداشت سو نشه که برای افرادی که شاید دستاورد ندارن یا موفق نبودن و نیستن. انسان در اوج موفقیت هم میتونه خودفریبی کنه. انسان در اوج رسیدن به پله های شامخ علم و دانش و هر چی که شما فکر کنید باز هم میتونه خودفریبی کنه. به عنوان مثال اگر من میام سند دکترا میگیرم و
داکتر میشم در یک بخش، بعد میام دیگه چیکار میکنم؟ راحت میشم که خب دوره تحصیلم خلاص شد، من دیگه همه چیز رو چی میگن جامع الکمالات شدم و دیگه چیزی نمیخونم. همین نقطه هست که چی؟ خودفریبی آغاز شده. مشخصا اگر من سوال رو جواب بدم، ما این کتاب رو انتخاب کردیم تا اینکه کسایی که اهل دانش هستن و میخوان چیزی یاد بگیرن بفهمانیم که خودفریبی در هر مرحله صورت میگیره و خیلی از وقتا در زندگی ما دوچار به خودفریبی هستیم، که امیدوارم با ختم این برنامه حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم از خودفریبی آگاه بشیم و دیگه نه خودمو خود فریب بدیم و نه هم بگذاریم که توسط کس دیگه فریب بخوریم. تشکر از سوال شما. یک سوال دیگه هم از دوستان میگیریم. سلام و عرض ادب خدمت حضور گرامی، مخصوصا استاد محترم استاد ستاریسی و استاد محمدی و همچنان بینندگان ارجمند تلویزیون معراج. یک سوال داشتم که هرچند پرسان شد و جواب دادن بشد، میخوام بیشتر شرح بدیم. ویژگی های رهبران موفق از نظر شما چیست؟ ببینیم، قبلا هم گفتم چند تا اضافه میکنم به اونا. رهبران موفق ویژگی های متعددی داشتن. ما گفتیم که اعتماد به نفس دارن، خودآگاه هستن، ارتباطات خوبی برقرار میکنن و همسانم. چند تا ویژگی دیگه که من میخوایم به اضافه کنم، شنونده های بسیار خوبی هستن. شما به عنوان رهبر معمولا باید شنونده بسیار خوبی باشه. اگر ما در جایی قرار میگیریم و حرف کسی رو نمیشنیم، یقینا نمیتونیم در تصمیم گیری ها موفق باشیم. و خیلی از افراد که به ما مراجعه میکنن معمولا وقتی شنیده میشن احساس آرامش دارن. یک ویژگی دیگه هم به اضافه میکنم به و همدلی بودن، همدلی کردن. رهبرها معمولا سعی میکنن بر اساس اون تعریفی که در ابتدای برنامه کردیم با بقیه همدلی بکنن، همراه باشن، درد اونها رو احساس بکنن. اگر ما میخواییم رهبر موفق بشیم، باید همکاران و کسانی که در ساحه ما دارن با ما کار میکنن اونها رو در شرایط مختلف درک بکنیم و همسو باشیم و همدلی کنیم با اونها تا بتانن. مثلا یکی از، اگر فرض میکنیم یکی از کسانی که در تیم ما هست دوچار مشکلی هست، اگر ما او چیز نادیده بگیریم و بگیم به خاک اشکال نداره و او رو پشت سر بگذاریم، یقینا یکی از ویژگی‌های خوب خود که همدلی کردن و همسو شدن با بقیه است و میتونه ما رو با ویژگی رهبری ما باشه او رو از دست داده. نکته خالی میتونه باشه. تشکر جناب ستاری صاحب، جواب های مغنی بود ارائه کردین. به عنوان آخرین سوال، شما هم زیاد خسته نسازین، شما به عنوان یک رهبر میشه که یکی از چالش هایی که بر او غلبه کردین شما میشه که یادآور شویم. خیلی از وقتها ما در زندگی تصمیم میگیریم، بعد از تصمیم به یک چالش و یک بحران مواجه میشیم. یک چالشی که شما مطمئن شده باشیم که ای اوورکم یا انجام شده و شما بر او غلبه کردین میشه مشخصا نام بگیرید. از سازمان خود میگم و از زمان کرونا. یک زمانی کرونا آمد و درس ها متوقف شد، درس های آنلاین شروع شد. سازمانی که من در او کار میکردم با بحث مشکلات اقتصادی هم روبرو شد، محصلین ثبت نام نمیکردن و همسالم. ما در داخل سازمان یک اتاقی داشتیم به نام تینک تانک یا اتاق فکر. با دوستا نشستیم، مشوره کردیم و از سبک مدیریتی مشورتی پیش رفتیم. تصمیم گرفتیم که درس ها رو به گونه آنلاین پیش ببریم. استادا رو استخدام کردیم. استادا که ما مثلا میگفتیم ساعت اینقدر به شما میپردازیم، وقتی بحث آنلاین شد استاد اول خیلی خوشحال بودن که راحت از خونه خود درس بدیم، ولی بعدن دیدن که صدای اینا ثبت نشه. خب این صدا که ثبت بشه، حالا ما ببینید اگر دوربین نی بود شاید راحت تر صحبت میکردم، ولی وقتی صدا ثبت میشه میره داخل یک گروهی، مثلا از من استاد میبره استاد دیگه میشنوه یا استاد من میشنوه. اینجا بود که دیدن که نه، این آمادگی بیشتری لازم داره و ما باید زمان بیشتری بگذاریم. چالش واقعی که من با او روبرو شدم همین بود که استادا گفتن چون این پروسه سخت‌تره بعد فیس بیشتری به ما، یعنی هزینه بیشتری دانشگاه بپردازه. خب ما در از یک سمت با چالش روبرو بودیم که شاگردان نمی آمدن ثبت نام کنن، از طرفی هم استادا تقاضای بیشتری کردن. ما هم گفتیم اشکال نداره، نشستیم مشوره کردیم، گفتیم پس در صورتی ما این کارو میتونیم که شما می 16 یا 14 جلسه ثبت کنیم کامل برای ما بدیم. خب این دوستا ثبت کردن، ما هزینه از جای دیگه قرض کردیم برای اونا پرداخت کردیم. اتفاقی که افتاد سمستر بعدی ما
ما فقط سمسترهای اول خوده که دوباره ثبت نام کردیم استاد استخدام کردیم، بازم درس آنلاین بود، اما درس رو دوباره گذاشتیم به گروه ها و دیگه به هیچ استاد ما فیس نپرداختیم. مثلا سمستر 5 حقوق اداری میخواندن، حقوق اداری 1 حالا شده بود 2، چون استاد قبلا درس داده بود و گذاشتیم به 2. یعنی ما همین چالشی که با او روبرو شده بودیم دقیقاً رو تبدیل کردیم به یک فرصت و خیلی مشکلات اقتصادی ما رو هم حل کرد. قربان شما. بسیار تشکر از جناب ستاری صاحب که وقت گذاشتن و در برنامه تشریف آوردن. از حضور شما فیض بردیم و خوشحال هستم که این افتخار نصیب ما شد که میزبان شما باشیم در این برنامه. تشکر از دوستایی که در برنامه حضور به هم رساندن و صبوران ما را تحمل کردن و سپاس ویژه دارم از بیننده های عزیز برنامه اندیشه و علل خصوص برنامه تلویزیون معراج که همیشه برنامه ها رو دنبال میکنن و حضور هزینه برای ما قوت قلبه. برنامه بعدی و فصل جدید برنامه اندیشه به زودی آغاز میشه. کتابی که در فصل جدید انتخاب شده به زودی از طریق تلویزیون شما میبینیم، یک سورپرایز هست، یک کتاب بسیار مهم، پرکاربرد و فوق‌العاده هست که باز هم موارد زیاده در زندگی ما میشه که ما از او استفاده بکنیم، از او تمرین بکنیم، مشق بگیریم و به عنوان یک فرد موفق در زندگی به پیش بریم. تا فصل بعدی، تا برنامه بعدی و تا دیدار بعدی، همگی شما دوستان به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما. خدا.